سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما به یکی دیگه از برنامه های خاطرات قتل خوش اومدید در این برنامه به اسرار قاتل فراری که پس از دستگیری به دست پلیس دست به کار عجیبی زد میپردازیم پرونده قتلی که در سال 1390 و در هشت اتفاق افتاد خاطر نشان می کنم. تمامی مطالب این برنامه حقایق و شواهدیه که توسط بازپرسان و کاراگاهان این پرونده نقل شده و به احترام بازماندگان این قتل هیچ دخل و تصرفی در مطلب صورت نگرفته پس در ادامه برای بررسی این پرونده عجیب با ما همراه باشید سال 1394 بود و با درجه سطفانی کمی رئیس کلانتری شهر هشتگرد بودم از همون ابتدای کارم تو این کلانتری تصمیم گرفتم علاوه بر رسیدگی به پرونده های روزانه پیگیر پرونده های دیگه ای که سالها از تشکیل اونها گذشته بود و همچنان باز بودم باشم. یکی از این پرونده ها که از قبل از حضورم در این کلانتری هنوز بدون پاسخ باقی مونده بود و به هیچ نتیجه ای نرسیده بود توجه هم جلب کرده بود. ماجرای این پرونده به سال 1390 برمیگشت و مربوط به سرقت از یک تلافروشی در شهر کرج بود. در جریان این سرقت مرد تلافروش با شلی که یکی از سارقان به قتل رسیده بود و هفت یا هشت کیلو طلا به سرقت رفته بود. کارگاهان در جریان تحقیقاتشون به بررسی فیلم های دوربین مداربسته تلافروشی پرداخته و موفق شده بودند با بازبینی این تصاویر به زن و مرد جوونی برسن که سرقت انجام داده بودند. اما در این مورد کیفیت ضبط تصاویر توسط دوربین های مداربسته اونقدر خوب نبود که بشه با استفاده از اونا به راحتی دزدان رو به دام انداخت. به همین دلیل تحقیقات زیادی انجام شد و در نهایت گراگاهان به مرد جوونی به نام جعفر رسیدن که از متهمان سابقه دار بود. جعفر یک سال بعد از سرقت مرگبار طلافروشی توسط پلیس دستگیر شد. اما پس از تکمیل پرونده وقتی اونو به دادسرا منتقل کردن در حالی که دستبند به دست داشت از یه لحظه قفلت معموران استفاده کرد و با پریدن از طبقه دوم ساختمان دادسرا موفق به فرار شده بود. از اونجا که این مرد در هشتگرد زندگی می کرد، در همون سال پرونده به کلانتری هشتگرد ارسال شد تا وی دستگیر بشه. اما تا زمانی که رئیس کلانتری شدم، این مرد به دام نیفتاده و به نظر می رسید که زندگی مخفیانه ای رو در پیش گرفته بود. طبق اطلاعاتی که در پرونده متهم اومده بود متوجه شدم با یه تبهکار کاملا حرفه‌ای طرف هستیم خیلی دوست داشتم این پرونده رو به سرانجام برسونم به همین خاطر به ماموران کلانتری دستور دادم به دنبال پیدا کردن اطلاعات جدید باشن و همه مخفیگاه هایی که احتمال داشت سر جعفر در اونجا پیدا بشه شناسایی کنن به این ترتیب تحقیقات ای برای دستگیری این مرد آغاز شد سه ماه از آغاز کارم تو کلانتری هشتگرد گرد میگذشت و ما همچنان در جستجوی پیدا کردن سرنخی بودیم تا ما رو به این مرد برسونه. روند کار خیلی خوب بود و حتی موفق شدیم چند محل مشکوکی رو که احتمال میدادیم جعفر در اونجا باشه شناسایی کنیم. اما به محض ورود به این مکانا متوجه می شدیم تیرمون به سنگ خورده و متهم قبل از رسیدن ما پا به فرار گذاشته. جعفر مثل ماهی بود و هر بار که مخفیگاه اونو شناسایی می کردیم از دستمون سر می خورد و دوباره فرار می کرد. از طرفی با تحقیقاتی که انجام دادیم موفق شدیم خانواده زنی رو که در جریان سرقت از طلا فروشی هم دست جعفر بود پیدا کنیم. چند بار با شوهر اون صحبت کردم و هر بار ترس و تو چهرش دیدم. اون می گفت نه از همسرش خبر داره و نه از جعفر و دیگه نمی خواد به اونا فکر کنه. اما با توجه به رفتارش و ترسی که تو چهرش بود مطمئن بودم اون رازی رو پنهان میکنه. در آن زمان فقط بهش گفتم اگه بتونه به ما کمک کنه با دستگیری جعفر آرامش به زندگیش برمیگرده. میگرده. چند ماه از آغاز کارمون روی این پرونده گذشته بود که یک شب حدود ساعت دوی بام داد یکی از افسران کلانتری با من تماس گرفت و گفت ساعتی قبل مرد جوونی با مراجعه به کلانتری اعلام کرده که جعفر در خونه اون مخفی شده و اونو تهدید کرده اگه از این ماجرا به کسی حرفی بزنه وی رو به قتل میرسونه. این خبر خیلی خوبی بود اما نباید بیگودار باب میزدیم. به مأموران دستور دادم بدون اینکه حساسیتی در منطقه ایجاد کنن مخفیگاه رو به صورت نامحسوس محاصره کنن. محل مورد نظر خونه قدیمی در یکی از روستاهای اطراف شهر هشتگرد بود. بدون اینکه کسی متوجه بشه دور تا دور خونه رو زیر نظر گرفتیم. وقتی به محل رسیدم، شوهر همون زنی رو دیدم که هم دست جعفر بود. مرد جوونی که آخرین بار وقتی با اون حرف زدم، بهش قول دادم که با دستگیری جعفر آرامش به زندگیش برمیگرده. اون همراه ماموران بود و با دیدنش تعجب کردم. وقتی علت حضورش رو پرسیدم گفت جعفر همسایه ما بود و زندگی نابود کرد. اون با همسرم رابطه برقرار کرده بود و حتی اونو در جریان سرقت از طلا فروشی هم دست خودش کرد. تو این چند سال اون بارها با زور و تهدید وارد خونم میشد. هر بار که به این کارش اعتراض می کردم یا به همسرم می گفتم از ارتباط با اون دست برداره تهدیدم می کردن و می گفتن اگه از این موضوع با کسی حرفی بزنی یا بخوای پای پلیس رو به ماجرا باز کنی جونتو می گیریم. به این خاطر هیچ وقت جورت نمیکردم کردم را رو لو بدم. اما وقتی از شما شنیدم که با دستگیری اون آرامش به زندگیم برمیگرده به فکر فرو رفتم. این بار وقتی مثل دفعات قبل جعفر با و تهدید وارد خونم شد و منو بیرون کرد تصمیم گرفتم یه بار برای همیشه کار درست را انجام بدم و از پلیس کمک بخوام. نزدیک صبح بود و هوا در حال روشن شدن بود. باید هر چه سریعتر عملیات آغاز می کردیم. مطمئن بودم اگه حساب شده عمل نکنیم جفر بازم فرار میکنه. با شناختی که از متهم پیدا کرده بودم میدونستم برای فرار از دست پلیس از هر منفذ و راهی عبور میکنه. همونطور که سالها پیش از طبقه دوم دادسرا و از طریق پریدن از یک پنجره کوچیک موفق به فرار شده بود. همه محلهایی هایی رو که احتمال میدادم جعفر برای فرار انتخاب کنه زیر نظر گرفتیم. اوایل صبح بود که یکی از ماموران فریاد زنان گفت متهم فرار کرد. وقتی خودمونو به قسمت پشتی خونه رسوندیم، چشمم به پنجره کوچیکی که تو دیوار پشتی قرار داشت افتاد. جفر متوجه حضور ما شده و از این پنجره عبور کرده و بعد از پریدن از ارتفاعی حدوداً 6 متری دوباره پا به فرار گذاشته بود. مطمئن بودم که اون زیاد دور نشده. دستور دادم تا همه منطقه رو وجب به وجب بگردن. چند دقیقه بعد کارگاهان رد اونو گرفتن. اون شروع به دویدن کرد و بازم قصد فرار داشت. چند بار بهش دستور ایست دادیم اما بدون توجه به فرمان پلیس به فرارش ادامه داد. مأموران به طرف شلیک کردن و در جریان همین تیراندازیا بود که یکی از گلوله ها با پهلوی جعفر برخورد کرد. اما این اتفاق هم باعث نشد اون دست از فرار برداره و خودشو تسلیم کنه. اون در حالی که خونریزی شدیدی داشت خودشو به باقای اطراف رسوند. اون روز محله محله قوقایی برپا شده بود. حتی نیروهای محلی هم برای دستگیری جعفر وارد عمل شده بودن. اونا میگفتن که اهالی روستاشون از کارها و مزاحمت‌های این مرد به سوتو اومدن. مطمئن بودم که جعفر برای مخفی شدن به نزدیکترین مکانی که پیش روش قرار داره میره. با کمک اهالی روستا همه مناطقی که احتمال داشت جعفر برای مخفی شدن به اونجا بره را مشخص کردیم و سرانجام به یک باغ متروکه رسیدیم. به گفته اهالی در ورودی این باغ همیشه باز بود و با توجه به بزرگ بودنش محل خوبی به عنوان مخفیگاه به حساب می اومد. بلا فاصله با چند مأمور راهی باغ مورد نظر شدیم. هوا هنوز تاریک بود و اون روز شانس با جعفر یار نبود. چرا که وقتی به محل مورد نظر رسیدیم متوجه شدیم در باغ قفله و جعفر که مجروح شده بود نتونسته بود وارد باغ بشه. اون به دلیل شدت خونریزی در کنار دیوار باغ افتاده بود. بالای سر جعفر رفتم. رنگش پریده بود و به سختی نفس میکشید. خودش فکر میکرد کارش تمومه و تا چند دقیقه دیگه جون میده. اما اون باید محاکمه میشد و تاوان جنایتی رو که رقم زده بود پس میداد. از اونجا که کمکهای اولیه پزشکی رو آموزش دیده بودم شروع به انجام اقدامات اولیه پزشکی کردم و موفق شدم خون بند بیارم. جفر بعد از اون به بیمارستان منتقل و تحت درمان قرار گرفت. دو روز بعد وقتی سلامتیشو به دست آورد و, و اونو به کلانتری منتقل کردیم تا ازش بازجویی کنیم. جفر فکرشو نمی کرد بعد از چهار سال و با یک بار فرار موفق دوباره دستگیر بشه. شوکه شده بود و به یه نقطه از زمین زل زده بود. روبروش نشستم. میتونستم ترس و تو چهرش ببینم. گلویی صاف کردم تا به خودش بیاد. اولین سالی که ازش پرسیدم این بود از ماجرای سرقت طلا فروشی بگو دستش روی هم گذاشت و نفس عمیقی کشید لبای خشکیدش رو تکون داد و گفت پشیمونم اصلا قرار نبود اونو به قتل برسونم اما متاسفانه صاحب طلا خیلی مقاومت کرد و مجبور شدم به شلیک کنم مدتی قبل با لیلا که تو همسایگیمون زندگی میکرد آشنا شدم همیشه دوست داشتم پولدار باشم همین خاطر به دنبال راهی بودم تا پول درست و حسابی به دست بیارم. همون روزا بود که فکر سرقت از طلا فروشی مثل خوره به جونم افتاد. وقتی ماجرا رو با لیلا در میون گذاشتم، اونم از تصمیمی که گرفته بودم استقبال کرد و قول داد که کمکم کنه. برای این کار یه طلافروشی تو کرج و شناسایی کردم و اون مدتی زیر نظر گرفتم. وقتی مطمئن شدم مرد طلا سن بالایی داره و با، تنهاست و شاگردی هم نداره، وارد فاز اصلی نقشه سرقت شدیم. روز حادثه با لیلا به عنوان زن شوهر وارد مغازه طلا شدیم. توی فرصت مناسب اسلحه کلتی رو که تا اون لحظه زیر لباس هم پنهان کرده بودم بیرون آوردم و به طرف مرد میان سال گرفتم و بهش گفتم بدون اینکه حرکت اضافه ای انجام بدی رو زمین بشین و دستات روی سرت بذار. پیرمرد که مثل بیت میلرزید روی زمین نشست. مدام التماس می و می گفت بیشتر این طلاها ها امانته و اگه اونا رو سرقت کنید به خاک سیاه می شینم. اونقدر حرس پول داشتم که اصلا های پیره مرد رو نشنیدم. لیلا بدون اینکه یک کلمه حرف بزنه مشغول جمع کردن طلاها و ریختن اونا داخل کیسه ای بود که امرامون برده بودیم. کار تموم شده بود. اما تو یه لحظه پیرمرد از روی زمین بلند شده به طرفم اومد. همین حرکت اضافی اون کافی بود تا دستم روی ماشه بذارم و شلیک کنم. چند ثانیه بعد مرد طلا فروش با بدنی غرق خون توی قدمیم روی زمین مرده بود. من و لیلام پا به فرار گذاشتیم. مدتی پنهان شدیم و وقتی آبا از آسیاب افتاد طلا رو فروختم و زندگی مخفیانه ای رو در پیش گرفتم. با اطرافات جعفر دست به کار شدیم تا لیلا رو هم دستگیر کنیم. دو روز بعد با اطلاعاتی که مرد جوان در اختیارمون قرار داد مخفیگاه هم دستش هم شناسایی کردیم و موفق شدیم اونو هم دستگیر کنیم دستگیری این دو متهم نه تنها برای پلیس یک موفقیت بزرگ به شمار می اومد بلکه مردم اون روستا هم بعد از شنیدن این خبر از اینکه دیگه جعفر برای اونا مزاحمت ایجاد نمیکنه خوشحال شدن و حتی بنری هم به عنوان تشکر چاپ کردن حتی یه روز که تو دفتر کارم نشسته بودم خانواده جعفر وارد شدن. اول فکر کردم برای گرفتن رضایت اومدن و قصد دارن از بیگناه بودن فرزندشون بگن. اما اونا برای تشکر کردن اومده بودن. اما این پایان ماجرا نبود. پرونده رو برای بررسی بیشتر به اداره آگاهی فرستادیم. حدود یک هفته بعد بود که با خبر شدم جعفر تو بازداشتگاه با زیرپوشی که به تن داشته خودشو حلقاویز کرده و به زندگیش پایان داده. ای کاش زنده میموند و تو دادگاه محاکمه میشد تا به سزای اعمالش برسه. حالا یه سال. به نظرتون جعفر چون از کاری که کرده بود شرمنده و پشیمون بود خودشو دار زد؟ برای بررسی راز جسد تکه تکه شده ی زن جوان در زباله ها بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه رو ببینید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم پیروز و شاد باشید